اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. از جمع ما رفیقان، از مجتبی و اسخر و نوذر، من ماندم و شاعر عاشق با واقعی در ساز مجتبی افسانه های گمشده را یافت. نوذر صدای شادی ما بود، سیمین و شور قانونش و شادخاری ما در شامگاه آن همه زیبایی. ما داستان آزادی می‌خواندیم بیان که حس کنیم آزاد و شاد بودیم. در آسمان ما خورشید و ماه بر شانه‌های عشق گذر داشت و ما با شور شعر لطیف اسقر را می‌خواندیم و گریه شاید هرگز به تو امان ندهد که بگویی پدر خدا حافظ، رفیق منتظرم باش. باز خواهند. علیرضا نوری‌زاده، اول مارس، 11 اسفند ماه، یک رفیق دیگر هم رفت. نوذر آزاد. من اسخر واقعی، مجتبی میرزاده، نوذر و گهگاه دوستان دیگری، ولی ما جمعمون همیشگی بود و خیلی سنگین. حالا نوذر نیست. تو این سالها نوذر خودشو غرق در نقاشی کرده بود، نمیتونست، طاقت نداشت، تحمل وضع رو نداشت و در این حال سنگین بود براش سختی زندگی. من گاهی اوقات فکر میکردم وقتی شما رژیم شعر رو از آدم نمیتونه بگیره، قصه رو نمیتونه ازت بگیره، نمیذاره چاپ بشه ولی نمیتونه ازت بگیره، ولی تئاتر و سریال ازت میگیره. همه تون یادتونه آخرین سال عشق و زندگی نوذر اومد و ایتالیا ایتالیایی رو شب عید برای ما عرضه. چقدر خندیدیم، چقدر باهاش شادی کردیم. و امسال عید نوذر نیست و همسر گرامیش که خودش یک هنرمند بسیار با ارزش و برجسته است و در همون در سریال ایتالیا ایتالیا هم نقش داشت، ما او رو داغدار میبینیم، فرزندان عزیزش همه و نوذری که در نقاشی غرق شده. خیلی جالبه، نوذر به نقاشی زد. من اون زمانم نمیدونستم نوذر قلم نقاشی داره، قلم نوشتن داشت. یکی از مدیران بانک ملی بود، معاونت شعبه بزرگی رو داشت، بعد شغلای خیلی مهمی داشت در بانک و یک دوست نازنین داریم ما، خانم بهزادی، که از همکاران نوذر بود، خودش و همسرش زنده یاد امیر بهزادی که از بچه های جبهه ملی بود و اشاره میکرد، همیشه میگفت نوذر در اداره خیلی آدم جدیه، آدم هرگز باور نمیکنه. این همون نوذر آزادیه که از شادمانی و از خنده به آسمانت میبره و نوذر چنین بود. شخصیت ویژه‌ای داشت، من بسیار دوستش داشتم و
حتی تابلوهاشو دوست داشتم، چون میدیدم تابلوهاشم یک تفاوتهایی با خیلی از تابلوهای دیگر داره. او در واقع نوذر یه سبک خاص خودش رو ابداع کرده بود. وقتی میبینید ستونهای تخت جمشید در چرخ گوشت داره له میشه و ازش نوارهای رنگین بیرون میاد در تابلوی اون، وقت میفهمید که نوذر خیلی حرف داشته. نوذر جشن هنر شیراز، یادش بخیر. فکر میکنم الان پرویز صیاد به یاد رفیقش هست که سالها با هم زندگی کردن، با هم برنامه درست کردن، سرکار استوار دادن. صمد که یکی از قصه هاشم خود نوذر نوشت. به هر حال رفیق بدرود، و بدرود که جای خالی تو رو کسی پر نخواهد کرد. من و اسخر سخت داغ داریم. امروز روز تولد مهدی جان اخوان ثالثم هست، روز تولد نصرت رحمانی عزیز، بهمن محسس و عماد رام. برای که خود فضامون عوض شه، بریم مهدی اخوان ثالث رو بنگریم و بشنویم در کنار ابراهیم گلستان عزیز. باد هر چه هر جا بره، خشم از عشق نفرت باد، آبستن همچو عشقه و بره حسرت خاموش باد. من ای درختان عقیم ریشتون در خاک های هرزگی مسرور، یک جانه احفند از هیچ جاتون روز نتواند. ای گروهی برگ چرکین تار چرکین تو، یادگار خوشتالی ها بود در دلو، هیچ بارانی شما را شوز نتواند. و امسال سالروز درگذشت بزرگ مردی بود که به پدر اتومبیل ایران لقب گرفت، محمود خان خیامی. مرد نازنین و آزار دو بزرگی که همگاه فقط دست و دلش می لرزید که به یک کار فرهنگی کمک کنه. در هر کار فرهنگی مهمی که در خارج از کشور شد او حضور داشت. آخرین باری که دیدم چند ماه قبل از درگذشتش در امریکا بود. تو آپارتمانش رفتیم، با هم نشستیم، همش نگران علیرضا تلویزیون در چهاره، وای چقدر زحمت میکشی، چقدر. بعد تنظیم کرده بود تلویزیون رو که ما رو ببینه، جلویزم داشت و مرتب نگاه میکرد و نظر میداد به من، میگفت اینجا خیلی خوب بود، اینجا رو به شاهین پر علاقمند شده بود که این تاریخ رو من خیلی دوست دارم رو تعریف میکنه. و همینطور دوستان دیگرم و میبودی که جای خود داشت، همه دوستان ما رو، همکارای من رو دوست داشت، بهشون محبت داشت. داستانی براتونم، یه روز اومد دفتر من و خیلی محبت کرد. اومد، بچه همه جمع بودن، یه عده بودن، محسن خاتمی اتفاقا اون روز اونجا بود، اغنمی بود، جمال که همیشه هست. این مرد نازنین یکی دو ساعت که پیش ما بود چقدر صفا و انرژی به همه تک تک یاران من داد و بعد ما رو ترک. چقدر چالنگی رو دوست داشت. به هر حال یادش بخیر. روزی که رفتیم وزیر آموزش پرورش جایزه، یعنی نشان ملکه رو به خیامی داد. و این رو یادتون باشه، خیامی دو تا آموزشگاه در شهر شفیل درست کرد که خواهران مدارس محمودیه خراسان بودن، 18 تا مدرسه که درست. و در اون روز ما چقدر غرور داشتیم. نخست وزیر بریتانیا اومد در اون مدارس روز افتتاحش، گوردون براون اومد اونجا، چقدر از خیامی تجلیل کرد. و بعد اون روزی که رفتیم در وزارت آموزش پرورش و وزیر نشان ملکه رو تقدیم کرد به آقای خیامی، فکر کنم نشان OBE بود،
شوالیه، نشان شوالیه. تصویری داریم از اون صحنه ها، با هم نگاه کنیم و بازگردیم به برنامه. بریتانیا از شخصیتی تقدیر کرد که عده‌ای او را پدر صنعت ایران می‌نامند. در میان انگلیسی‌ها اما این مرد به فعالیت‌های انسان دوستان اشاره است. تشکر برای همه کارهایی که چه در بریتانیا و چه در جهان انجام دادید و به پاس همین خدمات ارزشمندتان است که ملکه بریتانیا شما را مفتخر به دریافت نشانه CBE کرده. نشان سلطنتی CBE از عالی‌ترین نشانهای لیاقت در بریتانیا است. نشانی به پاس تلاش‌های آقای خیامی در راه فرهنگ، آموزش، آشتی انسان‌ها با تمدن و ادیان مختلف. واقعا احساسی که دارم یه احساسی که هم خوشحالی داره برای من که به من همچین نشانی و هم یه مقدار حالت ناراحتی به من دست داده که چرا در این مسائل در خود ایران که میبینم عده زیادی از ایرانیایی که در این طرف خط هستن، جوانایی که لیاقت همه کار دارم. محمود خیامی هنوز به آینده نسل جوان ایران میاندیشد. در خراسان مرکز همکار من دوست عزیزم از BBC بود، یه برنامه رو بعدش ما هم اونجا بودیم، بعد ازش خواهش کردم یه بخشی رو در اختیار ما هم بگذاره که همون روز پخش شد. به هر حال جاش خیلی خالی. برای علی داد آرزوی موفقیت میکنم. علی داد یادگار اوست و تمام تلاشش اینه که راه پدر رو ادامه بده. درود بر او و درود بر خیامی ها و نام پر افتخارشون و همجور خواهران عزیزش در ایران که چراغ نام او رو روشن نگاه داشت. بسیار خوب، قبل از اینکه بپردازم به کل داستان امروز، اجازه بدید یک کتابی رو توصیه کنم که حتما برید بخونید. کتاب مشروطه نوین رامین پرهام، بسیار کتاب خوبی است. یک تیتری داره: پادشاه قانون نیست، قانون پادشاه است. فوق‌العاده کتاب خوبی، زحمت کشیده. پرهام بعد از زنده یاد داریوش و همایون شاید دومین نفری است که در این عرصه، در عرصه مشروطه خواهان، طرفداران مشروطه، به یه تحلیل و تجزیه تحلیل عمیق دست زد که اون مشروطه‌ای که ما داشتیم با شیخ فضل‌الله نوری و آخوندهای دیگه آیا دست یافتن به حقیقت مشروطه بود و امروز ما کجا میریم. بسیار حرفش درسته که قانون باید در مملکت پادشاه بشه، نه پادشاه قانون. خیلی مهمه. شاپرستا و نمیدونم شاه اللهی ها اینا نمیفهمن اینو که پادشاه در ایران زمانی ارزش و اعتبار والا داره که به قانون احترام بگذاره. و رامین به خوبی اینو شرح داد. یک شخصیتی مثل دکتر آجودانی با اون کتاب مشروطش تمام زیربنا و پی مشروطه رو از ابتدا بررسی می‌کنه. حالا رامین اومده یک چشم‌انداز دیگری رو در برابر ما قرار داد. درود بهش میفرستم. آفرین. به هر حال رامین دیگه توی خانواده بزرگ شده، پدری مثل دکتر پرهام و در اون محیط روش کردن، خب آدم امکان میده که الان هم گوشه‌ای در یک روستای فرانسوی در نزدیک جنگل رفته خودش رو یه جوری حبس کرده، از دیو و دد ملول است و انسان اشاره. باری توصیه میکنم این کتاب رو حتما بخون. از کتاب گفتم، از کلاس هفتم تا نهم سوئد کتابی دارن که در اون حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی رو شرح. سید علی خامنه‌ای به عنوان بدترین حاکم دیکتاتور جهان معرفی شد. مبارک باشه آقای خامنه‌ای، یک لقب دیگم گرفتی از جهانیان. آفرین بر آفرین که در زمان تو گلابی شد 135-125 هزار تومن.
داریم تصویرش رو که هر کیلو گلابی 125,000 تومان. نمیتونه شد 5 تومن گلابی کیلو 5 تومن. من گله نمی کنم از آدم ها که به من اتهام میزنن یا به دیگران. بله این وابسته به رژیمه. حالا رژیم، من وابسته به رژیم میشم که چیکار بکنم؟ در این سن و سال میخوام کجا رو فتح بکنم؟ چه شغلی رو بگیرم که به رژیم وابسته باشم؟ ولی دهنهای گاله و باز میشه میاد بیرون، یا این سایت ها که دیگه الان و این چپ و راست هرچی دلشون میخواد میگه. ما یه فیلم کلیپ پخش کردیم، دوستانی درست کرده بودن در ایران و بیرون با هم همکاری کردن در مورد سوم اسفند، سوم حوت 1299، سال روز ظهور مردی بزرگ به نام رضا شاه کبیر. رضا شاه کبیر بی کشتار، بی کودت، بی سعر کشتن پادشاهان سابق و شاهزادهای سابق آمد، مشروطه رو پذیرفت، مجالس دو تا مجلس بعد از اومدن روی کارش هم کارشو کرد، احترام میذاشت. وقتی مؤتمرالملک زنگو میزنم عزلت میکنم، عصبانیش رو ربیرون، دوباره اومد عذرخواهی کرد. حالا بعد مجلس به صورت دیگری شد، نمایندگان و دولت میفرمود که انتخاب بکنن، ولی نه شورای نگهبانی بود نه آجانبازی بود، بلکه میمدن یه فهرستی از افراد برجسته شناخته شده محل رو میدن. آقای امیر تیمور خیلی خوبه برای خراسان، انتخاب میکردن. بعد میگفتن از این 10 تا خب 8 تاشون خیلی آدم حسابی هم باشه. این فیلم اشاره در این حال میکرد که رضا شاه بدون کشت و کشتار، در واقع با آشتی با ملت، با دوستی با ملت، ایران رو از اون بحران نجات داد. سال دمپختکی پادشاهی که گندم رو احتکار کرده بود احمدشاه، حالا هم میگن پادشاه مشروط خواه، ارزه نداشت. همونم اگر ارزه داشت اون کار نمیکرد که بیاد سردار اسد و سمسون سلطنه رو عزلش بکنه و بعدم بگه که برو بشو خونه، نمیتونی کاری بکنی. این آقای احمدشاه که هم دورش میچرخن و احمدشاه مشروطه چون قرار داده امضا نکرد، نخیر امضا میکرد، کسی که حقوق از سفارت انگلیس میگیره، این رضا شاه اومد و بدون کشتار خوندی. تمام شازده های قاجار هم شغلای بزرگ داشت دیگه، فرمان فرما بالاتر، فرزندانش در کجا نشسته بودن؟ ستاره فرمان فرماییان کجا بود؟ حالا مریم خواست بره شوروی و مشاور کمونیستش، ولی ستاره کجا بود؟ ماه منیر کجا بود؟ خداداد کجا بود؟ ابوالبشر کجا بود؟ هارون کجا بود؟ دونه دونه فرزندانش از قوم افتخار ایران. رضا شاه قدرشون رو میدونست. ماجرای نصرت دولم داستان عمیقی داره که انگلیسی‌ها هم پاشونه در اونجا باید. به هر روی یه عده را افتاده، آقا مگه نمیدونی چه خبره؟ نوریزاده و خونسالی و نمیدونم یکی دو تا اسم دیگه، اینا با سپاه دیل کردن و این فیلم رو برای سپاه ساختن. اولا من در این فیلم هیچ نقشی نداشتم جز اینکه خوشم اومد پخشش کردم. چه جالب، به خاطر این پخشش کردم، ولی به من هیچ ربطی نداشت. من اینجا انقدر برسم به کار تلویزیون و به کار نوشتنام، فرصت اینو ندارم که بیام برم کلیپ درست کنم. ولی خیلی از دوستان من میدونن، حتی من نمیشناسمشون، کلیپی میفرستن که از نظر من جالب، نماد وطن دوستی است، نماد عشق به آزادی است، به ایران، پخشش میکنم به روی چشمم. به هر حال بسیار متاسفم که این آدم ها در حقارت های خودشون دنیا را هم حقیر می‌بینم. همین رو بگم بس. خانم نرگس محمدی
صحبتی کرد که پشت من رو لرزوند. البته میدونستیم در زندان ولی فقیه کارای فجی زیاد میشه. مرحوم آقای منتظری به نمونه های این اشاره کرد. از پدرانی شنیدم که دخترانشون رو شب اعدام این پاسدارای بدون شرافت تعرض میکردن به اسم صیغه مطلق. ولی یک شخصیتی، شخصیت بارزی مثل نرگس محمدی که دنیا بهش افتخار میکنه و من معتقدم جایزه نوبل اگر به شیرین بانو عبادی دادن به نرگس هم باید بدن. اینا در اون زندان فقیه معجزه‌گری میکنن. همین که آبروشون رو گفت منو تمام بدنم کبود بود از دستای کثیف ماموران سید علی آقا که روی بدن من فشار می آورد. تمام گردنم، پشتم. و بعد از دختران دیگری گفت که در زندانهای نظام هر لحظه مورد تعرض قرار می گیرند. تلخ و دردناک بود حکایت دختری که اینا رو با یه عده برده بودن پاسدارا به یک جای استخری و در اون استخ برهنه شده بودن و این دخترها رو وادار کرده بودن که برهنه اونها رو تماشا کنن. واقعا متاسف. آقای سید علی آقا عجب داستانی برای خودت درست کردی. چقدر اعتبار برای خودت خریدی. چقدر واقعا متاسف. واقعا متاسفم. و یک نکته جالب براتون بگم. مشاری البلام یک هنرمند برجسته کمدی بود. هنرمندی که در کار تئاتر نقش بسیار اساسی داشت. اصولا تئاتر در کویت خیلی گرفته و خیلی ارزش داره. تئاتر کمدی دارن، جدی دارن و معمولا هم هنرپیشه‌هاشون خیلی هنرپیشه‌های معروفی هم. این واکسن کرونا زد. احتمالا قبل از زدن واکسن مبتلا شده بود. حالا جمهوری اسلامی چپ و راست تو این چی بگم جیر خورنامه هاشون برمیدن، روزی نامه هاشون برمیدن، میسن که بله مشاری البلام واکسن آمریکایی فایزر زد و مرد. دیدین مقام معظم راست میگو؟ میلیون ها انسان واکسن فایزر زدن، هیچ اتفاقی هم براشون نیفتاد. اما این یکی مشاری چون یه شخصیت ضد آمریکایی بود، صبح تا شب تو خیابون شعار میداد جلو سفارت جمهوری اسلامی میگفت مرگ بر آمریکا، کشتن. نه، مشاری آدم آزاده لیبرال بود، ضد بنیادگرایی، چه شیعش چه سنیش، همیشه آزاده بود. قضا و قدر چنین کرد که او درگذشت، در حالی که در کشورش بسیار به این مسئله اهمیت میدن، جدیان معالجش رو جدیان، بخشایی از بیمارستان ها در اختیار مبتلایان هست و به خوبی باش برخورد کرد. ولی این جمهوری ولایت فقیه که هنوز مسئله واکسن توش مطرح نیست، برای آقایون و خانومای اهل بیت واکسن زده شد، فایزر هم زده شد، آکسفورد هم زده شد و حالا این رو از مردم منع کرد. به هر حال به نظر من خیلی احمقانه بود که اینا بخوان در گذشت یک هنرپیشه بزرگ کویتی رو بذارن به حساب واکسن کرونا. آره کرونا زده بود و دچار این مشکل شد. خانم نرگس محمدی در این حال صحبتی هم که در اجزاری جدیدش به دادگاه راجع به این مسئله که عنوان کرده که حالا دادگستری هم من شکایت کرده و من در جایگاه متهم به جای اینکه کل نظام سید علی آقا، سید ابراهیم رئیسی، سید و عامشون در مقام متهم باشن، خانم محمدی رو در مقام متهم قرار دادن. گوش بدیم به حرفاش، جالب. من برای 15 آذر یعنی بلافاصله بعد از آزادیم یک ابلاغیه دریافت کردم
برای رسیدگی به اتهاماتی که به من وارد کردن در زندان زنجان که شرکت نکردن و دومین ابلاغیه برای 9 اسفند به دست من رسیده و من در این دادگاه هم شرکت نخواهم کرد. در واقع اتهام 5 تا اتهامی که توی این پرونده به من زده شده به موجب تحسنی هست که ما در اول دی ماه سال 98 بعد از کشتار خیابانی مردم در آبان ماه دست به تحسن زدیم. اقدامات غیرقانونی علیه ما توی زندان شد ولی ما قصدمون این بود که تحسن رو ادامه بدیم و اعتراض ما به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در کشتار خیابانی و اشاعی خشونت در جامعه بود که مردمی که به دلیل گرانی بنزین به خاطر فقر به خاطر در واقع معیشتشون به خیابون‌ها اومده بودن و به سیاست‌های دولت داشتن اعتراض می‌کردن مورد هجوم بیرحمانه حکومت قرار گرفتن و 1500 نفر انسان کشته شد. یکی از اتهامات من این تحسن هست که من همچنان از این تحسن دفاع میکنم و این رو حق خودمون میدونم و در واقع یک اعتراض مدنی مسالمت آمیز بود نسبت به سیاست‌های سرکوبگرانه و استبدادی نظام جمهوری اسلامی ایران. در 3 دی به دروغ نامه ای از سوی اجرای احکام من ابلاغ شد توی زندان که من ملاقاتی با وکیلم دارم در حالی که اساساً این نامه کذب بود و من رو به دفتر رئیس زندان بردن. توهین های کلامی زیادی به من شد، ناچار اتاق رو ترک کردم، هین ترک ساختمون مورد تعرض فیزیکی قرار گرفتم آنچنان که به دیوار کوبیده شدم و من به شدت خشمگین شدم، به شدت عصبانی شدم چون تعرض فیزیکی به من شد. ببینید اگر من رو توی بند ابلاغ میکردن هر نوع چون من این اعلام کرده بودم هر مجازاتی که باشه به موجب رأی دادگاه من تمکین خواهم کرد ولی من تحسن رو انجام میدم. هیچی به من ابلاغ نشد، هیچی به من گفته نشد، بلکه با حمله فیزیکی، بلکه با تعرض کلامی، بلکه با توهین پی در پی اون روز با من برخورد کردن. من بارها تلاش کردم به سمت در رفتم که از ساختمون بیام بیرون، بهشون گفتم که من برمیگردم توی بند، هر مجازاتی باشه قطعاً حاضرم قبول بکنم، تحسنم رو ادامه میدم، اما شما با من قانونی برخورد بکنید. گوش ندادن. تعداد زیادی مردان در داخل ساختمون و بیرون ساختمون بودن، در ساختمون رو بسته بودن، با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن. من شالم افتاده بود، کتم از دستم افتاده بود و اینکه آنچنان شدت این برخورد با من زیاد بود و من آنچنان خشمگین بودم که واقعا فریاد میکشیدم. یه جایی که من از پله ها میخواستم بالا ببرم و من نمیرفتم، میگفتن که دستاشو ما گرفتیم، پاهاشم شما بگیریم بلند کنیم، پارچه سیاه روی سر من مینداختن. یعنی انقدر اون صحنه واقعا برای من شوک آور بود و انقدر در واقع نگران کننده و خشن بود که من قطعا در مقابلش مقاومت کردم. الان هم اعلام میکنم به هیچ عنوان تبعیت نکردم ازشون و چند بار به سمت در رفتم، اجازه ندادن، از پشت آقایون میومدن که بعضی از چهره ها رو هم الان من میشناسم، میدونم کیا هستن و میومدن منو میگرفتن و میکشیدن و میکوبیدن. تمام بدن من پر از کبودی بود. من چند بار تلاش کردم از در برم بیرون، اجازه ندادن، ناچار شدم برای باز کردن در و در اعتراض به تعرضهایی که من انجام می شد دستم رو چند بار کوبیدم به در که در شیشه بود شکست و دستای من البته خون اومد. وارفارین می خوردم، خون ریزی من خیلی شدید بود ولی علی‌رغم این همون دستای من که خون می اومد رو مأمورین می گرفتن و می کشیدن منو. از یه ساختمون به یه ساختمون دیگه کشیدن بردن، از یه اتاق به یه اتاق دیگه کشیدن بردن، می کشیدن منو، به در می کوبیدن، به دیوار می کوبیدن، رو زمین می کشیدن. و اینها باعث شد که من اون روز واقعا خیلی عصبانی بودم. من یک صحنه رو به شما میگم، اون اینه که من امیدوارم که این صحنه رو دوربین های اوین قطعا گرفتن و روزی امیدوارم که این صحنه جایی پخش بشه که به شدت توهین‌آمیز و از نظر من یک تعرض بی‌شرمانه‌ای بود. وقتی خواستم من رو سوار دومی ماشین بکنم که جلوی پای من وایساد، من در اعتراض نشستم رو زمین، مقاومت کردم و گفتم با من تا زمانی که نگید با من میخواید چی کار بکنید من با شما هیچ کاری نمی کنم و هیچ جا نمیام، حتی حاضر نیستم یک کلمه حرفتون رو بشنوم. ناباورانه آقایون اومدن
بدن من رو با دستاشون گرفتن و بلند کردن از روی زمین. هیچ تصویر دیگه جز این ندارم بهتون بگم، که خیلی متاسفم این مثال رو میزنم، خیلی توهین‌آمیز هست، ولی وقتی گوسفندا رو بلند میکنن از پشت و پرت میکنن توی وانت، من هیچ برداشت دیگه از این اون لحظه جز این ندارم که منو با سر پشت پژو پرت کردن. من با سر داشتم میرفتم توی ماشین، از ترس اینکه سرم به بدنی ماشین بخوره دستامو بالا آوردم. ساعت مچی واقعا دردناکه. اولا درود میفرستم به نرگس محمدی که افتخار حقوقدانان و مبارزان ایرانی است. واقعا شرم به شما. آقای سیدعلی آقا، یه لحظه دختر خودتو بذار جایی، چه احساسی به دست میده؟ فکر کن بشرا در چنگ این حیوانات مامورانه، در چنگ سید ابراهیم رئیسی قاتله، چه احساسی به دست میده؟ واقعا ننگ بر این رژیم، ننگ بر این رژیم که احساس واقعا آدم اشمعزاز بهش دست میده. از این رژیم گفتم حالا بیرون یه بنیادی اینجا درست شد، بنیاد جالی اصفهانی، پسرش و یه ده دوستدارانش این بنیاد رو درست کردن. بعدم که جالی رفت این بنیاد ماند و مراسمی داره، حالا از طریق اینترنت به خاطر کرونا یه مراسمی برای بزرگداشت لطفعلی خنجی گرفت. ما از امان بچه یه صدای خنجی تو گوش ما هست، از بی بی سی گزارش میداد، خبرها، برنامه‌ها، بیشتر برنامه‌های فرهنگی. شاداب بانوی وجدی هم همسر شاعر بسیار ارزشمند، و اینا اومدن یه مراسمی گرفتن روی اینترنت 11 اسفند، ببخشید هفته پیش بود که همین ویکند گذشته که هادی خورسندی عزیز ما بود، بهروز آفاق بود، دوستان دیگر بودن، جمع شدن و از این مرد نازنین، از این مرد علم و ادب و رادیو تجلیل کرد. متاسفانه من به خاطر گرفتاری که داشتم نتونستم در این مراسم شرکت بکنم و پوزش میخوام از خنجی عزیز که خود و همسرش از دوستان نازنین من هستن، و امیدوارم که دیر سالی او حضور داشته باشه و ما حضورش رو حس کنیم و ببینیم و همه جا با ما باشه. لطفعلی خنجی بسیار جالب بود. بله، در پیک شامگاهی بی بی سی هم برنامه او رو که دوباره پخش کردن روز دوشنبه همه امروز. بله، به هر حال خوشحالم که از این نازنین تجلیل شد. همگان رو در زمان حیاتشون، چرا ما از نوزر آزادی تجلیل نکردیم؟ اما حالا میکنیم. نوزر وقتی خودمون بودیم، اصغر، من، مصطفی دور هم بودیم، نوزر گاهی اوقات این کاک سلیمانی رو میخوند با اون حالت خود. بعد یه بار تو نوروز با رامش نازنین که او هم ما رو ترک کرد دو ماه پیش، این ترانه رو با هم اجرا کرد. اجازه بده امروز در فاصله دو قسمت برنامه صدای عزیز نوذر رو بشنویم و صدای نازنین رامش رو. یاد هر دوی شما نازنینان بخیر، جاودان باد نامتان. افسوس میخورم این استعدادها، قابلیتها، اینا یکان یکان ما رو ترک میکنن و عربد جویان ولایت فقیه نوه خانها جمع شدن و مملکت رو تسخیر کرد. هرگز برای همه ای ماها، نسل من، نسل قبل از من، بعد از من، قابل تصور نیست که آقا ما یه نوروز اینو داشتیم به فاصله یه نوروز بعد تو سرزدن و عزاداری و کشتار و اعدام و اینا تو مملکتمون جای بود. هیچ ملتی به خود، به قول شاملو، هیچ کس به کشتن خود این چنین بر نخواست که من به زندگی نشستم. ملتی خود رو نابود کرد، خودکشی کرد که بره با یک ملای عقده‌ای آدمکش کشمیری بره باهاش بیعت. بسیار تلخه، بسیار دردناکه.
بکنید 100 سال ما رو این عقب بردن. همون سال 1003 که رضا شاه اومد، مردم شاهد بودن. هر روزی خیابان سنگ فرش میشد، یه جا درست میشد. همینجوری به مرور سال به سال که مدن ساختمون بانک ملی، ساختمون دادگستری، کشور داشت متحول میشد. راه آهن درست شد، مردم از بندر شاه میشستن تا خوزستان برن. این اتفاقای بزرگی. کشور ما در یک شرایط ویژه‌ای قرار داشت. هرچی هم من براتون بگم باز کم نسل جوان که از ما تعصب بیشتری به گذشته دید. سه پسر دارم، فرزندانم میبینم که بارها ما رو ملامت میکنن چرا شما چی کم داشتید از امروز اروپا و آمریکا، چرا این کارو کردید؟ و حق دارن. چرا باید بچه های من تو غربت بزرگ شن؟ چرا پدرشون نتونه به ایران بره؟ شما فکر کنید اینا در چه حد آدم هایی هستن که خانه منو که مصادره کرد، از سهمی که پدرم بعد از درگذشتش گذاشته، در بعد از درگذشتش یعنی سال 56، یه سال قبل از من، بعدن اومدم اونو واگذار کردم به مادرم که برای من خونه خرید که اینا مصادره کرد. رفتن اونو میخوان بگیرن. حالا مادرم فوت کرده، رفتن بالا سرشون که بله ما سهممونو میخوایم. منی که 41 سال تو ایران نیستم، اونا رفتن سهم من از مادرم بعد از مرگ مادرم. کار عجیب غریب کردم. من چی براتون بگم؟ براتون یه مورد ساور رو گفتم. 100 سال پیش زمینی فروش رفته، الان اومدن میگن 100 سال پیش این زمین دولتی بوده. بابا شما که میگین رضا خان و پسرش همه اینا قاصب بودن، چطور حالا اومدید مال اونا رو میخواید متصرف بشید؟ خجالت آوره. بی پول شدن، به جون مردم افتادن. با این رژیم شما چیکار میخواید بکنید؟ یه وقت نوزر اصطلاحی داشت که به کار بود، ای آخ. آدم واقعا دردش میاد، یعنی ای آخ رو با صدای بلند. علی کریمی، این فوتبالیست برجسته، مربی برجسته، دیدید که برنامه‌ش رو قطع کرد. برنامه اینترنتی داشت، برنامه حتی اونو قطع کرد. حرفش رو گوش بدیم، خیلی جالب. فقط خوشحالم از این بابت که این انتخابات شرکت کردم، متوجه شدم و اینو به تمام بینندگان حالا توی سرتاسر جهان ایران همه نه نفر توی این مجمع بودن که دوست داشتم فوتبال یه تغییرات اساسی بکنه. از این بابت هم خوشحالم، از همه‌شون هم تشکر میکنم و امیدوارم رئیسای بعدی هم این دوستان رو اذیت نکنن و همون رویه حرفه‌ای رو دنبال بکنن، کمون که همه چنین بذارن. شما این رعیه که حالا خواهد بود؟ من دیگه اونه نمیتونم، اونه دیگه واگذار میکنیم به وجدان خود دوستان. خب طبیعتا برایشون، برای من رعیشون قابل احترامه. خب هر کسی یه حق رعی داشتش، طبیعتا من هم اگه جای اونا بودم به اون کسی که دوست داشتم رعی میدم، ولی خب دیگه طرف باید خودشو پیش وجدانش، امیدوارم خیالش راحت باشه و به فوتبال خیانت نکرده باشه. همین تمام. مشخصه اون نفر کی هست؟ خیلی اون نفر نه مشخص نیست، ولی خب دیگه خودش میدونه. اشکا مبادت اون بچه ها مهندسی که من اونو که نمیتونم. هریزا هجسی بگو موبایلی بالا سرتی نگاه کن، ولی جا داره که سلام من مهندس هستم، من خیلی خوشحالم که این برنامه رو دارم میبینم. علی کریمی عزیزم، اون نه نفر با شرفی که به تو رأی دادن ارعاب نشدن و حق رو به صاحب حق دادن. ولی الان فقط سوال میکنم، شهاب الدین عزیزی خادم این از کدوم دکون آوردینش؟ درمون سید علی آقا بوده، آفتابه آب میکرده، وردست آقای وحید حقانیان بوده، چیکاره بوده که بیاد رئیس فدراسیون بشه، بیاد بچاپه فدراسیون رو داغون کنه، باشگاه رو داغون کنه بذاره بره، مثل همون ارازل و اوباشتون که اومدن باشگاه رو داغون کنن. پرسپولیس نابود بود،
اگه دوست من رضا طباطبایی نبود و کمک نمیکرد، پول مربیشو نمیداد، پرسپولیس نابود شد. با استقلال چه کرد؟ تیم محبوب من چه کردن باهاش؟ البته پرسپولیس هم دوست دارم بگم بهتون، اون تا ما بچه های اون نسلیم، تاج و کوزه‌کلانی و بیوک جدیکار و عارف قلی‌زاده و اینا، بعد روشن و بعد قلیچخانی و اینا، همه از اون دل اومدن بیرون و ما رو عاشقانه دوستشون داشتن. در ماجرای اتمی دولت آمریکا پیشنهاد سخاوتمندانه ای کرد، بیان بشین با هم حرف بزنیم، حالا نمیخواد توافق کنیم ولی حرف بزنیم. جمهوری ملت فقیه اینو نشان ضعف آمریکا گیره، گفت این بایدن ناچار باج بده، الانم که خلاص اوضاع به هم ریخته، پارلمان اونجوریه، کنگره اونجوریه، مجلس سنا اینجوریه، شروع کردن ناز اومدن از اون قمیشای رو صحنه. گفتم ما حاضر نیستیم، گروپایی هم گفتم بسیار خوب نیست، ای کاش میمد. آمریکا اون زربرم به اینا زد در بوکمال در مرز عراق و سوریه به خاطر جنایاتی که نوکرهای اینا کردن علیه پایگاه آمریکایی ها، و قصه خوب خیلی جدی شد. گفتن آقا زدید یکی از این کسایی هم که برای ما اونجا کار میکردن درست آمریکایی نبودن، ایش مجروع بعدم مرده، خب ما همجوری نمیذاریم دره، زدم 20 هم کشت. الان مسئله کشتی تجارتی اسرائیل رو که در دریای عمان زدن مسئله شده که نتانیاهو ولکن نیست، دوباره الان مطمئن باشید برای انتخابات شما هست، میاد میره اینا رو تو سوریه لتوپار میکنه. و این جمهوری ولایت فقیه در این مغز کوچکش این نمیگنجه، آقا تو نمیدونی باجگیر محله باشی، یقتو میگیرن پوستت هم میکنن. حلبوسی رئیس پارلمان عراق به ایرج مسجدی تروریستی که حالا در عراق شده سفیر، واقعا وقتی من نگاش کنم قیافشو ایرج مسجد، به او و سفیر ترکیه فاتحی الدیس گفته دهنتون رو ببندین بریم به کارتون برسیم. آقای ایرج مسجدی در مصاحبه که با تلویزیون کورتا کرده رودو گفته که بله جمهوری اسلامی اجازه نمیده هیچ نیروی خارجی در عراق باشه به خصوص ترکیه. سفیر ترکیه هم گفته آقاش جنابایی نمیخواد در بزنی رتب خورده که من رتب کی کنم، تو نمیخواد بگی. البته میدونید که موضع من نسبت رجب طیب چیه، غلط کرد در عراق بود، بی خود کرد در عراق مداخله کرد، بی خود کرد در سوریه مداخله کرد، پدر اپوزیسیون سوریه رو همین رجب طیب در اومد. اینا اومدن جلسه گذاشتن ائتلاف درست کنن، این مردک اومد اسلامی ها رو انداخت جلو، گفت اینا باید جلو باشه. در نتیجه این شد که امروز اپوزیسیون سوریه تکه پاره شده، تکه پاره به معنی واقعی، و من بسیار متاسفم. ولی آقای محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق خوب قدمت ایرج لاته در عراق معروف ایرج مسجدی رسید، بسیار خوشحالم. هم او رو بی آبرو کرد، هم سفیر ترکیه رو آقای فاتحی الدیس، همشون هم فاتح هم. سلطان محمد فاتح، همشون فاتح هم. رجب طیب اردوغان با اون برنامه هاش، با کشدارش، با کردار رو کشتن، با آزادی خواهان رو به زندان انداختن. الان 50,000 زندانی سیاسی ترکیه داره، شگفتی آوره. ده تا در دوران جمال گورسل و دوران نظامی، حکومت نظامی اینقدر زندانی نداشتن. این دستاورد آقای رجب طیب. خب با آقای خامنه ای با هم دیگه خیلی نزدیکن و تعداد زندانیاشون هم باید با هم یکی باشه. تو چند روز اخیر توفه آرادان بلبل شده، توفه آرادان هی میاد حرف میزنه، مصاحبه میکنه، حالا داستان ترورش رو بیان کرده توفه آرادان که میخواستن بکشنش،
سید علی آقا قصد کشتنش رو داشته. گوش بدیم به حرفاش. آقای دکتر در مورد ترور حضرت علی یه توضیحاتی بدید که ما مردم باید کل روشنگری کنید. آقای من هم معتقدم بحث ترور جدیست. خودشون میکشن و بعد خودشون هم مراسم عزاداری میگیرن و بعد هم دیگران رو متهم میکنن. ببینید اون کانال مال کی هست که تهدید کرده رسماً که ما میخوام ترور کنیم؟ پیدا میشه. البته من مسائل گفتم، تشریح کردم، چون اطلاع دارم کجاها کیا میشینن، چه تصمیماتی میگیرن، اینا رو گفتم و زب... یادتون باشه توفه آرادان کسیست که سید علی آقا حتم آبرویی هم که داشت پای او ریخت در سال 98 و آبروی خودشو برد، حق مهندس موسوی رو گرفت و به احمد نژاد داد. حالا احمد نژاد خدمتش میرسه، خودش رو میبرن و میکشن و مجلس عزاداری رو تایید میگیرن مثل رفسنجانی. در واقع اونم میگه هاشمی رفسنجانی. یه نفر از عزیزان من آقا اینقدر توی دوربین نه یه جلو برو عقب، منو هرس میدی. چه کنم، تو استودیو که نیستم، در یه فضای محدود صندلی و میزم زیاد تناسب با هم نداره، در نتیجه بنده جلو عقب میام. ببخشید، عذر میخوام. اما غم من روز به روز بالاتر میره با دیدن مصیبتی که بر بلوچ ها نازل شد و ادامه داره. بسیار تلخ و دردناک. نگاه کنیم اول به یک کلیپی، مناظر بلوچستان و این کولبران به این رو یا سوبران رو نگاه کنیم و درآمدشون رو ببینیم چه. قدرت نظامی در بلوچستان در دست سپاهی‌ها هست. یکی مثل فیلمبردار این ویدیو، پاسدار حامد اورگنجی که فرزندش رو به پارک چابهار رو برده. عجیب دوباره رفتی تو چی می‌خوری؟ از سال 86 پاسدارایی مثل این حامد اورگنجی سیستم امنیتی اطلاعاتی بلوچستان رو تو دست گرفتن. افرادی که گوششون رو پر کردن که بلوچ دشمن اهل بیت و شرور بلفطر. فقط شرارت از هیکلش می‌بره. این پاسدارا فقط در سال 89 با شلیک مستقیم نزدیک به 100 تا بلوچ کشتن که اکثرشون سوخت‌برای فقیر بودن و حالا در درگیری سراوان 10 سوختبر با گلوله جنگی سپاه کشته و بیشتر از 30 نفر هم زخمی شدن. حالا سوالی که تو ذهن هر ایرانی میگذره اینه که علت شلیک مامورای سپاه با خون سردی به این بلوچ‌ها چیه؟ خرایی که پس از دیگری. و جواب یک بیت شعر از شاهنامه هست: چو پوشیده رویان ایران سپاه، اسیران شوند از بد کینه خواه. فقط شرارت از هیکلش میبره. بله. و یک کلیپ هم داریم در مورد کشتار بلوچ‌ها توسط سپاه. اون هم ببینیم با وقت خداحافظی. کولبری صورت‌های گوناگون دارد. راننده و شاگردی که در کافه بلوچی کار می‌کنند، کولبر بنزین و گازوئیلی اند که سودش از آن کسان دیگری است. از جا به جای سوخت چقدر درآمد دارید؟ درآمد 10000 15000 20000. چرا؟ چون شاگردی یا صاحب ماشینی؟ شاگرد. شما اگر 5 روز بری برگردی، تو 5 تا 15 تومنت رو می‌گیری، درسته؟ سرویسی 15000. سرویسی 15000، نه روزانه. نه روزانه. یعنی 15000 تا پاکستان، 15000 تومن هم برگشت. وسط راه چه خطراتی هست؟ خطری هستین، دوزیتر هستین. چی؟ یکی یکی دوز. دوز از کجا؟ از پاکستان و ایران. خطر هستین، سپاه نیلی، نیروی انتظامی و اینا. آره تیراندازی میکنن. آه. یعنی جلو شما رو میگیرن. آره شما میگیرن. از اینجا میرید تا اونجا همیش ماشین میشکنه. واقعا متاسفم هموطنان نازنین بلوچم، شوره های مردانه شما رو میبوسم. آرزو میکنم با سرنگونی رژیم جهل و جور و فساد به همت شما، به همت کردها، آذریها، تالشها، به همت جنوبیها، عربهای ایران، خراسانیها، شر این رژیم از سر ملت ایران کنده بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.